سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. عدنان لاریجانی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمتتونم. طبق روال گذشته که با بسته های آموزشی یا ویدیوهای موضوعی در خدمتتون بودیم، سعی داریم از این به بعد ویدیوهای موضوعی کاربردی تو حیطه علوم زمین، نرم افزارهای مرتبط، چه تو حیطه RS، چه تو حیطه GIS، چه نرم افزارهای دیگه که در قالب حالا نرم افزارهای تخصصی تر در رشته های علوم زمین کاربرد دارن، قصد داریم موضوعات مشخص پرکاربردی که به مرور زمان توی صنعت، توی استفاده روزمره، توی فضاهای آکادمیک عناوینش به دفعات استفاده داره میشه و کاربرد بسیاری داره، به صورت موضوعات جمع و جور در ویدیوهای چند دقیقه‌ای کمتر از یک ساعت بتونیم موضوعات رو مطرح کنیم، جمع و جورش کنیم و به یه سرانجامی برسونیم. امروز هم قصد داریم در خصوص یکی از بحث هایی که چه توی حیطه سنجش از دور، چه توی حیطه بحث های GIS در موضوعات کار با لایه های رستری استفاده زیادی داره صحبت کنیم و توی این قضیه هم قرار سعی کنیم از سایر نرم افزارهایی هم که توانمند هستن در این مورد ازشون استفاده کنیم و به نوعی بتونیم نقاط قوت و ضعفشون رو بررسی کنیم. از اونجایی که خیلی از دوستان خب قبلا موضوعات مختلف آموزشی رو در کنار ما طی کردن و مباحثش رو فرا گرفتن، خیلی از دوستان شاید به نرم افزارهای مثل ArcGIS مسلط باشن یا این مسائل رو توی نرم افزارهای خاص سنجش از دور کار کرده باشن، اما موضوعی که امروز مد نظرمون هست بحث کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی هاست. این موضوع بیشتر توی مسائل سنجش از دور استفاده میشه و تحت عنوان موضوعات سوپروایزد و آن سوپروایزد مطرح شده که ابزارهاش خب در نرم افزارهای مثل NV کاملا مشخصه و ابزارهای تول باکسی GIS هم در نرم افزارهای ArcMap قابل دسترسیه. اما امروز علاوه بر این که قصد داریم یه اشاره‌ای به فضاهای گذشته داشته باشیم، می‌خوایم یه مروری روی نرم افزار QGIS داشته باشیم، نرم افزار کوانتوم GIS که خب سالهای اخیر استفاده بسیاری داره، منتها دونستنش شاید به دید خیلی از دوستان و عزیزان متخصص در این حیطه بهتره که بعد از آموزش‌های لازم در فضای ArcGIS قرار بگیره. اینم به این خاطر که زمانی که ما یه تسلط نسبی از ArcGIS داشته باشیم به امکاناتش، مزایا و معایبش میتونیم واقف باشیم و بعد از اون میتونیم برای پاره ای از مسائل سراغ نرم افزارهایی مثل QGIS بریم. دوستانی که خارج از کشور هستن هم این قضیه میتونه براشون جذاب باشه، چرا که QGIS نرم افزار رایگانیه، نرم افزار اوپن سورسی هست و علاوه بر اینکه بخشی از توانمندی های نسخه های مختلف ArcGIS شرکت ازی رو میتونه پوشش بده، توانمندی خاص خودش رو هم داره و مجموعه ها، اشخاص و شرکت ها قسمت های مختلفی از ابزارها رو به این اضافه کردن و حتی به جرئت دیگه الان میشه گفت بعد از اینکه حالا باگ های مکرری از این نرم افزار گرفته شده و مشکلات اجرایش سبک شده، الان در پاره از موضوعات حتی توانمندتر از GIS هم هست. نمیشه نسخه کلی براش پیچید که حالا بگیم این در یک قله قرار گرفته، GIS رو کنار بذاریم یا بحث این چنینی، نه، اما در یک سری موضوعات میتونیم کم کم بهش مراجعه داشته باشیم، مخصوصا اون عزیزانی که بحث های کدینگ و بحث زبان های برنامه‌نویسی مختلف رو مسلط باشن، خصوصا پایتون، میتونن از این فضا استفاده بهینه‌ای داشته باشن. یک کمی در مورد این نرم افزار صحبت کنیم و اینکه چطور توی این موضوعی که مد نظر ما الان هست میتونیم ازش بهره ببریم. دوستانی که این نرم افزار رو نصب ندارن میتونن با مراجعه به وبسایت qgis.org از این نرم افزار استفاده کنن. این فضا علاوه بر اینکه به معرفی نرم افزار میپردازه، نسخه های متفاوتی از اون رو در دسترس شما قرار داده. صفحه هومپیجش رو میتونید ببینید که اینجا دقیقا اومده گفته که میتونید نرم افزار رو از این قسمت دانلود کنید، آخرین ورژن هاش اینجا معرفی شده، ورژن 3.22.3
که از ورژن هایی است که الان استفاده کاربردی زیادی داره. میتونیم حالا این گزینه رو برای بعد موکول کنیم. میتونید از قسمت Discover QGIS اطلاعات اولیه خودتون نسبت به نرم افزار ارتقا بدید. کمی اینجا در مورد خود نرم افزار صحبت کرده، در مورد اینکه امکان راه اندازی در فضاهای لینوکس، سیستم عامل های مک و حتی ویندوز فراهمه. نسخه هایی هم برای موبایل اپ ها برای فضای اندروید وجود داره و در پایین هم از توسعه دهندگان و سازندگان نرم افزار اومده اطلاعاتی رو ارائه کرده. تو قسمت چپ میتونید در مورد کاربردهاش یه بررسی داشته باشید و ابزارهایی که براش در نظر گرفته. مثلا خود نسخه QGIS دسکتاپ چیزی است که ما الان قصد داریم ازش استفاده کنیم. قسمت سرور برای بحثایی که حالت کلاینت سروری داره، میخوان تحت یک شبکه کار کنن. نسخه موبایلش که فعلا برای سیستم عامل های اندروید در دسترس هست و فضای مختلفی در اختیارمون قرار داده. اگر میخواید ببینید که ما چه نمونه کارهایی میتونیم توی این نرم افزار تولید کنیم، میتونید به قسمت map example مراجعه کنید. اینجا یک سری نقشه ها برای ما قرار داده که میتونه توانمندی های این نرم افزار رو توی این هیته کمی به رخ ما بکشونه و یه جورای مقایسه ای هست با نسخه های دیگه GIS و ArcGIS شرکت ESRI. اینجا اسکرین شات هایی از فضای خود نرم افزاره که حالا من قبلا عکس هایی رو باز کردم. میتونید ببینید که نقشه های این چنینی با کیفیت خیلی عالی با موضوعات مختلف قابل تهیه است. نقشه هایی که حالا در حیطه‌های شهری کاربرد داره، نقشه هایی که توی علوم مختلف میشه ازشون استفاده کرد. حالا نقشه ها با کیفیت های خیلی زیاد در دسترستون هست که میتونید دانلودشون کنید و ازشون استفاده کنید. همونطور که میبینید به نظر نمیرسه که امکاناتش چیزی عملا کم و کسر از نسخه های ArcGIS داشته باشه، اما چیزی که ما براش امروز قصد داریم سراغ این نرم افزار بریم بحث های مرتبط با کلاسیفیکیشن هاست و طبقه بندی قسمت های مختلف در فایل های رستری. شاید بشه از این شاخه، از این موضوع به عنوان بستر و پایه‌ای برای مباحث تلفیقی و همچنین تفکیک پیکسل ها در موضوعات مختلف گروه بندی استفاده کرد. همونطور که حالا ابزارهای مکرری برای این قضیه وجود داره، میتونه اینها یک شروع خوبی باشه برای اینکه ما کم کم بتونیم به سمت موضوعات پیچیده و حرفه‌ای‌تر به روزی مثل شاخه‌های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ حرکت کنیم. خب شما میتونید از همون پنجره اول، یعنی اگر دوباره من به اون قسمت اولیه سایت مراجعه کنم، بخش دانلود ناو، میتونیم وارد این فضا بشیم که شروع کرده نسخه های مختلف رو برای ما اینجا قرار دادن و معمولا یک دو نسخه آخر رو برای ما قرار میده. نکته جالبی که اینجا مطرحه اینه که خب نرم افزار نسخه های بسیار زیادی داره و گاهن پیش میاد که خیلی از اکستنشن ها یا در اصطلاح خودشون پلاگین هایی که به نرم افزار به عنوان قسمت های ابزارهای الحاقی اضافه میشه با نسخه خاصی از این نرم افزار کارایی بهتر و بهینه تری داره و همین خاطر همیشه توصیه نمیشه که آخرین نسخه بروزترین نسخه رو برای اون هدفتون استفاده کنید. همونطور که ما برای این موضوعی که امروز هم مد نظرمون از ورژن و نسخه خاصی استفاده میکنیم که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، اما موضوعی که مد نظره، اگر به ورژن های قبلی نیاز داشتید، یعنی چندین ورژن عقب‌تر، میتونید سراغ جستجوی اون تو همین وبسایت یا حتی فضاهای دانلود دیگه برید که نسخه هایی برای ما در دسترس قرار داده و به راحتی میشه اونها رو دانلود کرد. اگر هم به عنوان مثال مثلا بخواید ورژن های خیلی قدیمی تری ببینید یا حتی پلاگین هایی که در دسترس هست، اینجا امکاناتی برای ما قرار میده که ما میتونیم اونها رو مشاهده کنیم و بررسی روشون داشته باشیم. به عنوان مثال اینجا رو اگر وارد بشیم میتونیم ببینیم که QGIS نسخه های مختلف این نرم افزار در اینجا و تو فضاهای این چنینی قرار گرفته. با کمی سرچ ما میتونیم به تمام اون نسخه ها دسترسی داشته باشیم. برای آموزش امروز نسخه 3.10.4 مد نظر ماست که همونطور که خدمتتون گفتم میتونید از این آدرس فایلتون رو پیدا کنید. دقت کنید که حتما فایل
شماره و عدد دلخواه خودتون رو داشته باشه، چون نسخه های بسیار زیادی اینجاست. اسکرول رو اینجا میبینید که چقدر کوچیک شده، و دقت کنید که نسخه 32 یا 64 بیت متناسب با سیستم خودتون رو انتخاب کنید. مثلا اینجا این گزینه 360 مگابایتی نسخه 32 و این گزینه هم نسخه 64 بیتی سیستم ماست. پس امکان دانلود این قسمت برای شما فراهمه، به راحتی میتونید این بخش رو از این فضا دانلود کنید. اما اگر من سراغ فایل دانلود شده این بخش برم، دانلود نرم افزار بسیار ساده است، نیاز به هیچ گونه مهارت خاص یا کرک کردنی نداره. من چون این رو قبلا روی سیستمم نصب کردم، این اختار رو به من خواهد داد. هر شماره هم یک اسمی داره که حالا از قضا این شماره هم عنوان کرونا داره، حالا خیلی هم شباهت داره به وضعیت فعلی که داخلش هستیم. اما این نسخه به دلیل اینکه اوپن سورس و قرارم نیست حالا بحث کرک کردن و قفل گذاری و کار خاصی روش داشته باشه، به راحتی نصبش انجام میگیره. مثل همه نرم افزارهای سبک دیگه، نکس نکس بزنید، مسیرش رو مشخص کنید و در نهایت شما نرم افزار QGIS رو روی سیستمتون خواهید داشت. خب من اگر این نسخه رو باز کنم با همون شماره که مد نظرمون هست، میبینیم که نرم افزار به راحتی و به سرعت روی سیستم ما اجرا میشه. منتظر میمونیم که این اتفاق بیفته. در ابتدا برای شما یک سری اطلاعات در مورد اخبار، در مورد پروژه های اخیری که داشتید در اختیارتون قرار میده که ما میتونیم اینها رو به راحتی ببندیم و کلن کاری به این فضا نداشته باشیم، یا اینکه با تعریف یک پروژه خالی جدید با دابل کلیک روی این قسمت وارد یک فضای تازه بشیم. شما به دلیل اینکه اولین بار شاید این نرم افزار رو نصب میکنید، فضای کاریتون خیلی شبیه من نباشه، اما من سعی میکنم که قسمت‌های اضافه رو ببندم که در مورد این بخش رو با هم دیگه کمی صحبت کنیم. مشابه با تمام نرم افزارهای دیگه، ما اول سعی میکنیم که در مورد این منوها کمی اطلاعات داشته باشیم. قرار نیست حالا تو این آموزش مثل دوره ها ما بیایم تمام این گزینه ها رو بگیم، قراره که خورد خورد نیازهایی که داریم رو رفع کنیم و به اون خواسته مطلوبمون برسیم. نرم افزار خیلی پروژه محوره و از همون ابتدا میتونیم عنوان پروژه رو ببینیم. ساخت یک پروژه جدید، فراخونی پروژه، ذخیره پروژه‌ای که در دست ما هست و از این طریق میتونیم پروژه هامون رو مدیریت کنیم. منوی ادیت اینجا وجود داره که همونطور که میبینید یک سری گزینه هاست بسیار شبیه به محیط های ترسیمی ArcGIS، فضاهای حالا کات و پیست و آندو ریدو و اد فیچر و مواردی از این دست. خیلی کلی بخوام بگم، گزینه ویو واسه اونایی که خیلی تازه کار هستن میتونه گزینه خوب و جذابی باشه، چرا که ما معمولا، حالا من تو همه نرم افزارام این موضوع رو اول مطرح میکنم، خیلی از آیکون ها، منو ها، گزینه ها رو به راحتی ممکن ما از دست بدیم و به همین خاطر نیازه که بتونیم اونها رو مجدد فراخونی کنیم. شما از بخش نیو، قسمت پنل و تولبار میتونید به این موارد دسترسی داشته باشید. مثلا ما یک پنجره پیشفرزی اینجا داریم به اسم بروزر که عملا میاد هارد ما رو و پوشه بندی های ما رو نمایش میده. گاهن حالا ممکنه این فضا رو شما نیاز نداشته باشید، من این رو میبندم. اما گزینه‌ای مثل لیرز، مثل پروسسینگ تول باکس، ابزارهای فضاهای ابزاری خیلی کاربردی برامون هستن. پس اگر من از اینجا تو قسمت پنل گزینه لیر رو از دست داده بودم، میتونم تیکش رو بزنم برام فراخونی بشه و همینطور گزینه پروسسینگ تول باکس رو. اما قسمت تولبار هم اینجا نقش مهمی ایفا میکنه. نوارهایی که در بالای صفحه به صورت اکتیو شما مشاهده میکنید مواردی است که از اینجا فراخوانی شده. مثلا من اگر گزینه به اسم هلپ تولبار رو خاموش کنم، قطعا یک آیکون و یک گزینه از اینجا حذف شد. اگر دوباره بیام سراغش و اون رو روشن کنم، میبینید که تو اون قسمت گزینه من دوباره فراخونده شده. و به دلیل اینکه این فضا ابزارهای خیلی زیاد و تول باکس های متنوعی داره، بازم توصیه میکنم که مواردی که مطلوبتون هست و باش بیشتر سر و کار دارید رو توی این فضا فعال نگه دارید و باش کار کنید. خب من اگر بخوام در مورد قسمت مهمی از اون نرم افزار صحبت کنم، یکی از اون بخش ها قسمت پلاگین این نرم افزاره
که فضایی پر از ابزارهایی که شاید بخش کوچکی از اون به صورت پیشفرض روی سیستم نصب شده، اما شما میتونید ابزارهای خیلی متنوع و پلاگین هایی که پروسه های خیلی پیچیده رو برای شما آسون میکنه اینجا اضافه کنید به نرم افزار، و این یک فضای متفاوت از ابزارهای موجودتونه. اگر من به این قسمت مراجعه کنم و گزینه Manager Install Plugins، میتونید فضایی رو ببینید که دارای یک گزینه سرچ و یک اسکرولی که کلی ابزارهای نصب نشده در اینجا رو نمایش میده. اگر دقت کنید برخی از این ابزارها اینجا ممکنه که تیک خورده باشه، اونها مواردی هست که من از قبل روی این سیستم پیاده و نصب کردم. اما موارد دیگه ای که ممکنه در مطالعاتون بهش برمیخورید و نیاز پیدا میکنید، در حالا جستجوهاتون، در مقالاتی که مطالعه میکنید، در سرچ هاتون، میتونید از اینجا جستجو کنید و اونها رو فراخونی کنید. مثلا من اگر گزینه سنتینل رو جستجو کنم، میتونم به عنوان مثال از پلاگین سنتینل تو دانلود استفاده کنم. در اینجا توضیحات کاملی در مورد این ابزار میده که ما چطور میتونیم این تصاویر ماهوارهای اروپایی رو دریافت کنیم و بر اساس حالا بازه‌های دلخواه خودمون در مورد زمان، مکان، اونها رو وارد نرم افزار کنیم. شما به راحتی میتونید با اینستال پلاگین این رو به محیط نرم افزارتون اضافه کنید، و یا اگر حالا کارتون باش تموم شد و یا نیازی بهش نداشتید یا گاهن اون پلاگین دارای باگ بود، اون رو از نرم افزارتون آنستال کنید. به عنوان مثال من برای بحثی که حالا امروز هم مد نظرمون هست، پلاگین سمی اتوماتیک کلاسیفیکیشن پلاگین رو نصب کردم. یکم این پنجره رو بازتر میکنم که بهتر اون رو مشاهده کنید. شاید این گزینه توی نرم افزارهای مثل NV آپشن های طبقه بندی شده خاص خودش رو داشته باشه، شاید تو GIS ابزارهایی داشته باشه، اما من میخوام یه گریزی بین این دو فضا بزنم و شما رو با این امکان هم آشنا کنم. دقت کنید که اینجا توضیحاتی داده که خوب این ابزار رو چیکار کنه، به ما اجازه میده که از روش های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک کلاسیفیکیشن مربوط به سنجش از دور استفاده کنیم. میتونید در ابزارهایی که دارید انتخاب میکنید اگر تشابهی وجود داره، اون مواردی که دارای رنگ بالاتری هستن، ببینید اینجا داره اعلام میکنه که چه تعداد دفعات این ابزار، این پلاگین نصب شده و چه امتیازی داره. قطعا این ابزار خیلی محبوبیه و تگ های موضوعات مختلف هم اینجا میتونه بهتون کمک کنه در چه هیته‌ای قراره به شما کمک کنه. در موضوعات رستری، کلاسیفیکیشن، ریموت سنسینگ، ماهواره های مختلف، بحث های سوپروایز کلاسیفیکیشن، همه اینها مواردی که کلید واژه های در استفاده کاربردی از این پلاگین. و همونطور که اینجا میبینید گزینه آنستال هم وجود داره، و علت اینکه این مورد اینجا در دسترس ماست و تیک خورده، خب نصب سری قبلی من هست. من جستجو کردم ابزار سمی اتوماتیک کلاسیفیکیشن پلاگین رو و این رو برام آورده و یک مرحله این رو نصب داشتم. نصبشم چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه. تو قسمت اینستال هم میتونم پلاگین های نصب شدن رو مشاهده کنم که این پلاگین اینجا قرار داره. گاهن پیش میاد که تو برخی از این نسخه دوستانی که ممکن نسخه های بالا پایین تر رو استفاده کرده باشن، نصب کرده باشن و موجود داشته باشن، شاید این فضای آل براشون تمام ابزارها رو نشون نده. یکی از کارهایی که میشه انجام داد بچه ها اینه که ما بیرون از فضای نرم افزار هم میتونیم از این پلاگین ها استفاده کنیم و دانلودشون کنیم و به صورت منوال در آدرس ها و مسیرهای خاص خودش قرار بدیم. به عنوان مثال اگر حالا این جستجوها رو خودتون هم زحمت بکشید انجام بدید، چون مواردی که گاهن پیش میاد، هر ابزاری، هر پلاگینی خودش یک حالا وب پیج مجزا داره و به شما میگه که این پکیج رو به صورت منوال چطور دانلود کنید و برای اینکه این به درستی کار کنه در چه آدرسی قرار بدید. پس اگر گاهن اتفاق افتاد میتونیم با هم در ارتباط باشیم و من هم راهنماییتون میکنم. معمولا توی آدرس دهی های در درایو سی و یوزرز و قسمت های مربوط به QGIS و پلاگین میشه پوشه بندی های ایجاد کرد و اون پک دیتا و اون پوشه مربوط به اون پلاگین رو در اون آدرس قرار داد و عملا انگار شما اینجا جستجوش کردی و نصبش هم انجام گرفته، یعنی اینجا عملا این گزینه تیک میخوره. و
این گزینه همون موردی هست که ما اینجا هم میتونیم مشاهده کنیم. ببینید من اینجا تو فضا راست کلیک میکنم، پنل ها و تولبار هامو اینجا هم میتونم مشاهده کنم. به عنوان مثال من گزینه تولباری که اینجا مد نظرم هست SCP Semi Classification Process رو میتونم از اینجا خاموش و روشن کنم. ببینید این موارد رو من اینجا تونستم به راحتی پاکش کنم، برش دارم و یا دوباره فراخونیش کنم، چون این گزینه ها زمانی برای من ظاهر میشه که من اون پلاگین رو به درستی نصب کرده باشم. پس تا اینجای کار من در مورد اینکه فضای اولیه نرم افزار چطوریه، اون قسمت هایی که امروز میخوایم باهاش کار کنیم چه بخشاییه و چطور اون پلاگین دلخواهمون رو نصب کنیم با هم دیگه صحبت هایی داشتیم و تا اینجا اطلاعاتمون همسط شده. قبل از اینکه دوباره بخوایم وارد این فضا کنیم و موارد دیگر رو با هم دیگه طی کنیم، بهتره که یه توضیح خیلی کوچیکی در حد یه سری اطلاعات اجمالی خدمتتون ارائه کنم، چون این بحث کلاسیفیکیشن میتونه مبانی بسیار گسترده‌ای داشته باشه، اما ما چون می‌خوایم کمی هدفمندتر و موضوعی کار کنیم خیلی خلاصه سعی می‌کنم از مبانیش عبور کنم و توضیحات مفصل رو موکول کنم به یک ویدیو دیگه که فقط به این مبانی تئوری بپردازیم. دقت کنید که ایمیج کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی گروه ها یا کلاس بندی پیکسل ها روندیه که خب همونطور که گفتم در خیلی از ابزارها و نرم افزارها وجود داره. ما سعی میکنیم که دنبال روش های اتوماتیکی باشیم که بر روی داده های رستری اعمال میشه. خب قبلترها سعی میشد که این ابزارها رو بیشتر تو محیط های RSI تنها ببینیم، اما از اونجایی که خیلی از این مباحث دیگه تو بحث های GIS هم کاربرد زیادی داره و حتی موضوعاتی که صرفا حالا دورسنجی هم شاید تلقی نشن، اما ما قبلا برای این کار از ابزارهایی که مطالعات حالا طیفی یا گروه بندی های طیفی بر اساس نوع داده ورودی GIS انجام میداد این کارها رو پیش می بردیم که حالا توی فضای GIS شاید خیلی اون مدل های نظارت شده آنقدر حالا باب نبود، بیشتر تو فضاهای محیط های RS و نرم افزارهای NB و RDS و اینها کار می شد. اما تفکیک یک سری کلاسه ها بر اساس یک سری الگوها که همونطور که اینجا هم قید کردیم، جداسازی اون گروه ها، این که بر اساس چه پترنی باشه چه الگویی باشه خودش خیلی حائز اهمیت. آیا این الگوها رو ما باید برای نرم افزار تعریف کنیم؟ آیا خودش اونها رو بر اساس یک سری پارامترها و معیارها میتونه تشخیص بده؟ و اینکه هر پیکسل از اون فایل رستری رو چطور به یک گروه، یک تم یا در اصطلاح یک کلاسه خاص اختصاص بده، این بسیار حائز اهمیت هست. همطور که این تصویر میبینید در سمت چپ ما یک عکسی رو داریم از سنجنده لنسات، یک تصویر هوایی عکس ماهواره‌ای هست که ترکیب رنگ کاذبی رو داره از یک محدوده نشون میده که در سال 2009 برداشت شده. تصویری که مشاهده میکنید با ترکیب RGB 4-3-2 یعنی سه باند رنگی رو به ترتیب از باند شماره 4، 3 و 2 ماهواره لنسات دریافت کرده و یک کلاسیفیکیشن ساده خودش میتونه همین کلاس بندی رنگی نمایشی باشه بدون اینکه هیچ تفکیک آنچنان روی این داده اعمال شده باشه. همین که این فایل مشاهده میکنید و گروه های مختلف رو میتونید با رنگ های متفاوت رویت کنید، یعنی یک نوع کلاسیفیکیشن. اما اینجا هدف ما یکمی فراتر از این داستانه و میخوایم تفکیک درست حسابی روی این داستان داشته باشیم و تمام قسمت ها و گروه بندی های مد نظرمون رو به نوعی تفکیک کنیم که بعدها بتونیم به عنوان کلاسه های برداری هم ازش استفاده کنیم. همین محدوده رو همونطور که میبینید بر اساس همون داده لنسات، بر اساس روش های کلاسیفیکیشن دقیق تر که اینجا از الگوریتم رندوم فارست استفاده کرده، روش های نظارت شده، اومده این کار رو انجام داده که این تفکیک دیگه صرفا رنگی نیست، بلکه یک سری گروه هایی که ما آگاهانه میدونیم شامل چه واحد هایی هست. مثلا اینجا چون یک بحث کشاورزی مطرحه، اومده حتی واحد ها رو به تفکیک نوع محصولات و کشتی که مد نظرش بوده گروه بندی کرده که میبینید که این همه گروه و کلاسه از این بیرون کشیده. ما این قضیه رو میتونیم توی هر موضوع استفاده کنیم. این تصویر میتونه یک محدوده و منطقه‌ای باشه که لیتولوژی متنوعی داشته باشه، یعنی واحدهای زمین شناسی متنوعی اینجا شاملش بشن و بره سراغ ساخت یک نقشه زمین شناسی. میتونه
توی یک فضای شهری استفاده بشه که موضوع هدف ما ساخته یک فایل لند یوز، فایل کاربری اراضی که میتونه واحدهای مختلف مثلا آسفالت، پوشش گیاهی، جنس‌های متنوع رو از هم تفکیک کنه یا موضوعاتی از این دست. اگر بخوایم خیلی کلی اشاره به روش‌های آن سوپروایز و سوپروایز، روش‌های نظارت نشده و نظارت شده، میتونیم به این موارد اشاره‌ای داشته باشیم که توی روش آن سوپروایز ما فقط تعدادی از کلاس ها و گروه ها رو میتونیم به صورت حدودی در نظر بگیریم و بگیم که توی این محدوده من احساس میکنم که این تعداد گروه مد نظره و شما سعی کن پیکسل ها رو به نوعی طبقه بندی کنی که در مثلا 5 تا گروه قرار بگیرن. در صورتی که تو قسمت سوپروایز ما اینها رو به محدوده هایی که قبلا نمونه و یا شاهدی ازش داریم یا حالا جلوتر بهش میرسیم، به اینها میگیم دیتای ورودی که ما برچسب گذاری کردیم، لیبل دیتا در اصطلاح بهش گفته میشه، یا اینکه ترینینگ سایت های ما هستن، میتونیم به عنوان پیکسل های کد گذاری شده، نشانه گذاری شده ازش یاد کنیم و به دنبال همون گروه ها خواهد گشت. توی مدل آن سوپروایز میاد بر اساس یک سری متد ها و روش های آماری تفکیک رو انجام میده، در صورتی اینجا بر اساس شباهت هایی به داده های اولیه کدگذاری شده ما این کار انجام میگیره. توی روش آن سوپروایز به عنوان شاید یک شروعی از روش های کلاس بندی بشه بهش حالا اتکا کرد، اما عملا تو روش های سوپروایز که نظارت شده هستن، ما به عنوان روش هایی که کمی دیتا از منطقه داریم و میخوایم کار رو ارتقا بدیم نگاه میکنیم. و همونطور که حالا دیگه خودتون بهتر میدونید و از عنوان مشخصه، در روش اول ما کنترلی روی داده خروجی نداریم و میتونه هر پیکسلی در هر گروهی به نوعی قرار بگیره و نویزهای شدیدی رعایت کنیم، در صورتی که توی روش دوم این قضیه به حداقل خودش میرسه. از روش هایی که به عنوان آن سوپروایز حالا ازش یاد میشه، میشه متد کیمینز رو مشاهده کرد و توی اکثر نرم افزارها میتونیم عنوانش رو ببینیم. روش های سوپروایز میتونه رندوم فورست و نورال نتورک باشه و کلی روش های دیگه که مفصل جا داره در موردشون صحبت و عمل بیاد. خب بعد از این مقدمه ما میتونیم وارد مرحله بعد بشیم و روالی که در مورد صحبت کردیم ببینیم که توی محیط های نرم افزاری چطوری میتونیم پیاده سازی کنیم. من از این محیط بیام بیرون. داده که برای این کار در نظر گرفتیم یک فایل استک شده سنتینل 2 هست که من به اسم S2 ذخیره کردم. دوستانی که حالا از عکس های رنگی RGB 3 بانده میخوان استفاده کنن، یک عکس یعنی ساده، عکسی که میتونه دیتای ماهواره‌ای نباشه، یک عکس هوایی با کیفیت خوب باشه، یا فایل هایی که حالا از لنسد، از سر ماهواره‌های چند بانده، حالا مثلا کویک برد، اسپات، هرچی که هست اگر موجود دارن، که ما اینجا به عنوان مثال سنتینل 2 رو در نظر گرفتیم که با فرض اینکه دیگه تصحیحات اولیه رو میدونید یا اینکه عکس در حد یه استک ساده به صورت فایل تیف در اومده، پس مهم نیست که اینجا شما یک فایل حالا جورفرنس چند بانده ماهواره‌ای داری که استک شده، بانداش یکی شده، یا اینکه یک تصویر حتی JPG عکس هوایی یا یک RGB رنگی با کیفیت بالا از یک تصویر هوایی که حالا میتونه برای انواع سنجنده‌های اپتیکال باشه، مهم نیست. مهم اینه که ما یک داده‌ای داشته باشیم با پسوندهای مرسوم فایل‌های عکسی، حالا ژورف شده یا نشده، و به این ترتیب وارد محیط‌های نرم‌افزار بشیم برای مراحل بعدی. من از اونجایی که حالا اینجا QGIS یکی از بحث‌های اصلی این آموزش هست، میخوام توی این محیط یک سری کارها رو انجام بدم، گرچه توی یک سری کارهای ساده مثل روش های آن سوپروایز آنقدر قوی نیست، اما میخوام تفاوتش رو با GIS با هم مقایسه کنیم. اما در ادامه خب این روند یکمی متفاوت میشه و یه جورایی نقاط قوت QGIS هم خودشون نمایان میکنه. من فایل اکسیم رو میتونم با درگ کردن به قسمت لیرز وارد نرم افزار کنم. همونطور که میبینید عکس به سرعت باز میشه. توی این محیط شما میتونید شبیه TOC Table of Content GIS هست، با راست کلیک پروپرتیز یا دابل کلیک روی این فایل وارد فضای
پروپرتیز لایه بشید، محیط های مثل سیمبولوژی، هیستوگرام و یک سری پارامترهای نمایشی و گرافیکی اینجا برای شما در دسترس هست. من تو قسمت سیمبولوژی به دلیل اینکه این فایل استک هست و تمام باندها اینجا به ترتیب قرار گرفته، میتونم RGB یا نحوه نمایش ترکیب رنگی رو اینجا مشاهده کنم، که اگر بخوام ترکیب رنگی کم به واقعیت نزدیک باشه، بر اساس حالا باندهای اولیه سنتینل میتونم باند 3-2-1 یا 4-2-1 رو انتخاب کنم، قسمت رد مثلا 4 باشه، قسمت گرین 2 باشه و قسمت بلو 1 باشه. به محض اینکه اوکی میکنم، یه کمی رنگ ها به فرم واقعی خودشون نزدیکتر میشه. شما این کار رو میتونید از همینجا بخش RGB هم انجام بدید و ترکیب ها رو اینجا یادداشت کنید، با یه دش از همدیگه اینها رو تفکیک کنید. من میتونم با مراجعه به گزینه اول سمی اوتوماتیک کلاسیفیکیشن پلاگین که به عنوان یک ویزاردی از این ابزار هست وارد فضای تنظیمات بشم. از قسمت بالا سمت چپ گزینه بند ست رو شما باید اینجا معرفی کنید. از اونجایی که منم داده هم به صورت مولتی بند هست و استک شده، بهتر که از بیرون فایلم رو فراخوانی کنم. فایل ما توی این قسمت S2 خودش دیتا ورودی رو کامل میسنجه و باندها رو معرفی میکنه. اینجا شما بهتره که فقط معرفی کنید که دیتای شما از چه سنجنده ایه، که من سنتینل 2 رو در نظر میگیرم که خودش ویولنس ها رو برای ما تنظیم میکنه. این برای مواردی است که شما واقعا یک کار ریموت سنسینگ دارید، اما یک تصویر RGB اگر بود نیاز به این همه داستان قطعا نبود. میتونیم پایین تیک ها رو بزنیم که از فایل جدید یه بندست جدید تولید کنه و دیتای تازه مجدد خروجی گرفته بشه با این تنظیماتی که الان انجام شده. اما اصل کار در قسمت های بعدی مخصوصا گزینه باند پروسسینگ هست. اینجا وارد گزینه کلاسترینگ میشیم و میتونیم پردازش هامون رو روش لحاظ کنیم. در قسمت کلاسترینگ ما داده‌ای که به عنوان ورودی تنظیم کردیم رو میتونیم وارد فضای کلاسیفیکیشن با روش‌های آن سوپروایزد کنیم. به عنوان مثال در متدهای K-means و ISO data شما میتونید یکی از اونها رو انتخاب کنید و تنظیمات مربوط به اون روش کلاس بندی رو لحاظ کنید. به عنوان مثال من اینجا ISO data رو در نظر میگیرم. مواردی که اینجا مهمه برای تغییر گزینه number of classes هست، اینکه شما حدوداً فکر میکنید که چند کلاسه، چند نوع گروه بندی میتونیم توی این تصویر داشته باشیم. من اینجا مقدار رو به 5 تا کاهش میدم و گزینه max number of iterations که میاد مقدار حجم محاسبات رو و تعداد تکرار شوندگیش رو میاد بررسی میکنه و شما با یک آستانه تعریف کردن میتونید محاسبات رو به دفعات تکرار کنید که اولا زمانی که از شما سلب میکنه رو افزایش میده اگر این عدد رو زیاد در نظر بگیریم. معمولا نرمش بین 10 تا 20، خیلی بیشتر از این اینو تغییر نمیدیم. گزینه ISO data minimum class size in pixel پارامتری است که میاد در نظر میگیره وقتی من میخوام پیکسل ها رو گروه بندی کنم هر چند پیکسلی که در کنار هم دیگه هستن در یک گروه تلقی بشن، و این مورد اگر خیلی کم باشه کلاس ها و گروه هاتون خیلی ریز خواهد بود، اگر خیلی زیاد باشه خب گروه ها و تعداد پیکسل هایی که در همسایگی هم هستن و در یک گروه قرار میگیرن عملا باید آسانه بیشتری داشته باشن. من این رو مثلا به 20 تا یا 30 تا تغییر میدم. حالا اینو من 30 میذارم که اینجا مؤلفه تعریف شده باشه. روش های سید سیگنچر هست اینجا که من باز اینجا گزینه های دیفالت رو خیلی تغییر نمیدم، میتونم از الگوریتم های دیگه‌ای که برای روش ISO data قابل اجرا هست، شما میتونید متد های مختلف رو تست کنید روی داده‌هاتون، اما خیلی چون روش کلیدی ما و اصل کاری ما نیست، من به همین گزینه اکتفا میکنم. با کلیک روی گزینه ران شما میتونید پردازشون رو آغاز کنید، منتها قبل از اون از شما یک مسیر خروجی میخواد. من من اینجا گزینه S2 underline QGIS رو میزنم. میتونیم اینجا روشم روی ISO data تعریف کنیم که بدونیم این خروجی مخصوص چه قسمتی هست. به محض این گزینه سیو رو میزنید در نقطه شروع میکنه به پردازش کردن. زمانی که به این صفحه توسی رنگ میرسید و موس در حالت پردازش هست، ترجیحاً هیچ کلیک اضافه‌ای
روی این محیط انجام ندید تا کار به اتمام برسه و معمولا هم QGIS با یک بوغی پردازش رو به اتمام میرسونه و یک آلارم میده که کارم تموم شده. تا زمانی که این بخواد کارش رو انجام بده، من وارد محیط GIS میشم و ببینید که این کار رو انجام چقدر ما راحت میتونیم. تا زمانی که این کارش رو داره انجام میده، من وارد محیط GIS میشم تا ببینیم که این قسمت، این نرم افزار چجوری میتونه کارش رو انجام بده. از قسمت Add Data فایل رو باز میکنم. فایل ما اینجا فرا خونده شد. اینجا هم اگر شما خواستید اون باندها رو با رنگهای مطلوب ببینید، با دابل کلیک سیمبولوژی اینجا میشه باندها رو معرفی کرد. 4 2 1 اوکی، رنگ بندی ها لحاظ میشه. خب اینجا قطعا با یک نرم افزار تجاری سر کار دارید، خیلی طبیعیه که همه چیز شسته رفته تر، ترتمیزتر و منسجم تر ارائه بشه. من قسمت سرچ میتونم گزینه ایزو دیتا رو جستجو کنم، یا اینکه من ابزار بهتری اونجا سراغ دارم، با راست کلیک رو منوی بالا گزینه ایمیج کلاسیفیکیشن من میتونم دسترسی به نواری داشته باشم که اونم همین کار رو برای من راحت تر انجام میده. اونایی که نرم افزار ArcGIS رو تازه نصب میکنن دقت کنن که از قسمت کاستومایز اکستنشن تمام این گزینه‌ها تیک خورده باشه. اگر این موارد تیک زده نشده باشه، شما با یک نواری سر کار داری که گزینه‌هاش عملا روشن نخواهد شد. من اینجا فایل تصویری رو معرفی میکنم که همون S2 هست. خب انگار اونورم کارم به اتمام رسید. وارد QGIS بشم و خب همونطور که میبینیم یک کلاسیفیکیشن روی داده اعمال شده. با زوم کردن صفحه رو فول اسکرین میکنم، میتونیم اینجا کلاسه ها رو ببینیم. با دابل کلیک کردن و اومدن تو قسمت سیمبولوژیش، ما میتونیم کلاس هایی که خودش انجام داده دیلیت کنیم و از اونجایی که 5 تا کلاس معرفی کردیم، 0 1 2 3 4، میتونیم اینجا با حالت رنگی دلخواه مثلا اسپکترال بیایم رنگ بندی های دلخواهمون رو لحاظ کنیم و به این ترتیب فایل خروجیمون رو اینجا نمایش بدیم. اینجا اومده بر اساس حالا معرفی که ما معرفی کردیم، سایز پیکسل ها، تعداد کلاس های پیش بینی شده، این بازه ها رو در نظر گرفته و این خروجی رو تحویل ما داده. اما بریم توی GIS ادامه کارمون رو انجام بدیم. اینجا تو قسمت ایمیج کلاسیفیکیشن فایل عکسی رو معرفی کردم. در قسمت کلاسیفیکیشن گزینه ایزو کلاستر آن سوپروایز کلاسیفیکیشن همون ایزو دیتا است عملا و اینجا شما میتونید این کار رو مجدد با همون شرایط تکرار کنید. عملا دوباره مؤلفه هایی که از شما میخواد به همون حالت قبل هست. فایل اینجا تعریف شده چون اینجا ما قبلا ست کردیم. نمبر اف کلاسز اینجا میتونه 5 باشه. خروجی فایل ما که یک تصویر رستری خواهد بود اینجا باید تعریف بشه. من تو همون مسیر پیشفرض به اسم ایزو دیتا ذخیرش میکنم و دوباره مؤلفه های مینیمم کلاس سایز که ما گفتیم اینو 20 30 در هر چقدر دوست دارید میتونید تعریف کنید. من اینجا مثلا 20 میدم این بار که خودش هم اینجا پیشنهاد داده که دیفالت 20 باشه و سامپل اینتروال هم که پارامتر 10 من براش در نظر میگیرم میذارم دیفالت بمونه. این رو تایید میکنم و ببینیم که خروجی جی اس می چطوریه. بسیار سریعتر این کار رو انجام میده اما میتونید ببینید که خروجی ها در نهایت به چه نحوی تونسته اون نتیجه که میخواستیم رو در اختیار ما قرار بده. اگر من این پنجره ببندم دقیقا تعداد کلاس ها همونی هست که ما تعریف کردیم. اگر کمتر و بیشتر این پارامتر معرفی بشه قطعا پیکسل هایی که شرایط رفتن به یک گروه جدید رو دارن در یک کلاسه جدیدی معرفی میشن، تعداد کلاس هامون افزایش پیدا میکنه و به این ترتیب شما میتونید از قسمت سیمبولوژی خود لایه روی این قسمت گروه بندی های خاص خودتون رو لحاظ کنید، رنگ ها رو تغییر بدید و کاملا لایه قابل ادیت هست ولی همچنان فایل شما رستریه و با راست کلیک کردن اوپن اتریبیوت شما میتونید ببینید که از هر کلاسه ای که اینجا با یک رنگ مشخص تعریف شده چند پیکسل درونش قرار گرفته و اگر بخوایم این رو مقایسه داشته باشیم با تصویری که اینجا به ما خروجی میده، خب پر واضحه که نتایج خیلی میتونه نزدیک به هم باشه. البته من یکم مؤلفه های
اینجا تو جی اس هم با اونور فرق میکرد، از لحاظ تعداد اون کلاس ها ثابت بود، ولی پارامترهایی که سل سایز رو تعریف میکرد متفاوت بود. در این خاطر ممکنه برخی از پیکسل ها وارد گروه های دیگه ای شده باشن. به عنوان مثال الان پیکسل هایی که توی این قسمت در گروه یکی از کلاس های من که البته رنگ خردل داره تعریف شده، با این کلاس های بالا خب حالت یکسانی داره، پیکسل رو در یک گروه قرار گرفتن. اما اینجا میبینیم که خب این کلاس ها، این پیکسل ها و اینها همچنان در یک گروه هن، اما اینجا اتفاق براش نیفتاده و خوب کلاس بندی روش اعمال نشده. به همین ترتیب ما میتونیم از روش های این چرنی توی بحث NV هم دوباره استفاده کنیم. یعنی اگر اونهایی که در اصل NV هم روی سیستماشون نصب هست، حالا من با همون NV کلاسیک بخوام توضیحی بدم، آدرسم رو سیو میکنم. اینجا از قسمت فایل اوپن میتونیم فایلمون رو معرفی کنیم، S2 که کاملا به صورت باند های تفکیک شده برای من فایل رو باز میکنه و من میتونم از قسمت کلاسیفیکیشن آن سوپروایز ایزو دیتا فایلم رو معرفی کنم. اینجا میتونیم بگیم که مینو ماکس تعداد کلاس ها اینجا به صورت بازه‌ای بهش نگاه میکنه چقدر باشه. به عنوان مثال من اینجا ماکس هم میذارم مثلا روی 6، یعنی 5 تا نهایتا 6 کلاس این رو در نظر بگیر. ایتریشن رو اینجا شما میتونید تغییر بدید، مثلا من 10 در نظر میگیرم و مینیمم پیکسل این کلاس رو میتونیم دوباره 20 بدیم که حداقل 20 تا پیکسل کنار هم در یک همسایگی قرار بگیر. در مموری این رو ذخیره میکنم و تایید رو میذارم، اجازه میدم در افزار کارش رو انجام بده و خروجیش رو با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم. این همون قسمتی که خدمتتون گفتم، هرچند ایتریشن رو شما عدد بیشتری در نظر بگیرید، بررسی هاش برای تعریف اون کلاس ها به دفعات تغییر میکنه. با راست کلیک و لود بند من اینجا میتونم تصویرم رو داشته باشم و همونطور که اینجا میبینید اگر این رو کامل باز کنیم میبینیم که کلاس بندیش بسیار شبیه محیط جی آی اس هست. یعنی این گروه، حالا همینجا رو بخوایم دوباره مقایسه ای داشته باشیم، کلاس بنفش رنگ اینجا با اینجا با اینجا کاملا ترکیبات یکسانی داره، همونطور که تو جی آی اس هم به همین ترتیب این کلاس ها رو اومده تفکیک کرده. خب این از روش های آن سوپروایز و برای مواقعی هست که شما هیچ دید آنچنانی روی منطقه ندارید و برای بار اول میخواید از منطقه یک گروه بندی لحاظ کنید و روی اون یک کلاس بندی اعمال کنید. اما خب میشه با توجه به دیتایی که از منطقه موجود داشت این رو بهینه تر کرد و برای دیتایی که هم کیفیت به نسبت خوبی دارن، منظورم یعنی سل سایز های ریزی هست که حالا عملا میتونه کیفیت فایل شما رو افزایش بده و گروه ها رو، بازه ها رو، پیکسل ها رو به راحتی تفکیک کنه، خب این روش ها میتونه خیلی کمکگر باشه. اما خب روی دیتایی مثل لندسات یا دیتایی که سل سایز های دیگه بالای 20 سی دارن این روش خیلی دیگه توصیه نمیشه، چون خروجی هایی که میده اونقدر خروجی های دقیقی نخواهد بود.